سوال گفته کدام گزینه عبارت را به نادرستی تکمیل می کند در ساختار خط جانبی ماهی ها موجک در هر یاخته موجک اندازههای متفاوتی دارن اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید ببینید که نگاه کنید اون یاخته های موجک تا دونه موجک دارن هیچ کدوم از اون پنج تا هم اندازه نیستش بس اندازه های متفاوتی داره درسته پوشش ژلاتینی موجک های یاخته های موجک کرده دوباره تو همون شکل کتاب درسی مربوط به یاخته های موجک خط جانبی میبینید که همه یاخته های و موجک درون ماده جلاتینی هن. این هم موردی نداره و اگر دوباره اون شکل رو خیلی دقیق تر نگاه کنید میبینید که ور اون یاخته های مجکدار و قسمت پایینیشون تقریبا ما یاخته های پشتیبان رو داریم که هسته یاخته های مجکدار بزرگتر از هسته یاخته های پشتیبانه پس اندازه هسته هاشون با هم متفاوته از هر یاخته مجکدار از حسی خط جانبی خارج میشود خب اگر یاخته های رو نگاه کنید میبینید که از هر یاخته مژکدار دو رشته عصبی خارج میشه که این رشته های عصبی که از یاخته های مختلف و از اون بخش های مربوط به کانال, های... کانال جانبی که داره خارج میشه اینا میان در نهایت یکی میشن میرن به اونی که در نهایت یکی شدن ما میگیم عصب از هر یاخته عصب خارج نمیشه اصلا تعریف عصب میشد مجموعی از رشته های عصبی نه دو تا دونه رشته بنابراین گزینه دو گزینه غلطه سوالم از ما نادرست رو خواسته جواب هم گزینه دومه